سلام آقای زسکوهدیا حالتون چطوره خیلی خوش اومدید یه ویدیو آموزشی داریم برای بازی مارول همین همینجا همین ابتدای کار بهتون بگم بازی مارول اسنپ بهترین بازی سال موبایل 2022 یعنی سال گذشته بوده این بازی رو میتونید روی استیم یا روی اندروید آی او در واقع روی سیستم عامل اندروید آی او روی هر دستگاهی که دارید به صورت رایگان بازی کنید این مورد اول اما این بازی آموزش مقدماتی نیست یعنی اگه این بازی رو بازی نکرد میخواید برید دانلود کنید برید دانلود کنید و بازی کنید بعدا این ویدیو به دردتون میخوره خوره که بازی کردید بازی در واقع میگم بازی ویدیو امروز آموزش چطوری سعود به رنک دایمندی من دو تا سیزن گذشته که در واقع شروع کردم بازی رو هر دو تا سیزن دایمند بودم و الان میخوام راجع به دک های مختلف و استراتژی مختلف تو بازی صحبت کنم خیلی طولانی نمی کنم حرف همون که ویدیو هم طولانی نشه پس من با این فرض میرم سراغ توضیح دادن که بچه ها بازی رو بلد باشن آقا یه نکته بگم میریم سراغ استراتژی های اولیه ببینید یه سری اصلا سیستم کارت دادن و این چیزا تو بازی که قطعا همه تون میدونید حالا اینم رو بازی میگیم شما اصلا هر روز توی این قسمت از بازی اینجا در واقع این 24 ساعت یه بار 50 تا دونه از این کارتا بهتون میده که خب این کارتا که الان من بالا میبینید 265 تاست واسه آپگرید کارتاست که قیافشون فرق میکنه این خیلی مهم نیست چیزی که خیلی اهمیت داره اینجاست که شما هر چه بیشتر بازی کنید و از این کارت ها توی آپگرید ها استفاده کنید آپگرید وقتی میکنید کارت ها این رنگ که اینجا بالا میره و توی خیلی از این بسته ها ممکنه که کارت باشه یا اگه کارت نیست بذارید بیام قسمت شاپ از این شارد هاست که خب بعدا میتونید از این کارتا بگیرید که من مثلا 2400 تا دارم این تیک هم حواستون باشه بچه هر سیزن یه کارت رایگان میده که این کارت ها تقریبا هر روز فکر کنم یا دو روز یه بار عوض میشن ولی هر سیزن یه بار میتونید یه کارت از اینجا بکشید اینم هم حواستون باشه که بگیرید حتما از این توضیحات بگذاریم میریم سراغ دک ها تو شروع بازی خب خیلی از این کارت رو ندارید و اصلا اساس بازی مارول استاپ اینطوریه که یه ای سری کارت رو اوایل میده و همه تقریبا اوایل اون کارت رو دارن بعد کارت مهمتر رو به مرور و هر شما بیشتر بازی میکنید دریافت میکنید خب تو مراحل شروع بازی وقتی سیزن رفرش میشه چه با چه دک هایی برخورد میکنیم چون با بازیکنایی که تازه واردم هستن برخورد میکنیم یکی از دک های خیلی رایجی که اوایل استفاده میشه در واقع یکی از استراتژی چون میدونید دیگه وقتی میگیم دک منظورمون این هاست ببینید من مثلا دک های مختلفی که اینجاست و مثلا تو مثلا بهتون نشون بدم مثلا یه دک دیگه است یعنی اون چیدمان دوازده کارتی که آدم ها استفاده میکنن <تصفح> یکی از دک های خیلی رایجی که اوایل وجود داره و خب کارتاش هم دم دسته من حالا اسمی که براش گذاشتم میگم دیک یک امتیازی یعنی اساس بازی اینه که با کارت های یکی مثلا این کارت رو میبینید این کارت مثلا این کارت کارش چیه؟ وقتی که کاشته میشه دو تا دونه کارت تکی این خودش از این سنجابا ول میده و هر کدوم یک امتیاز دارن یا مثلا تو کارت های یکی که اوایل بازی میدیم انتمن یکی از کارت هاست که اگر شما اون لوکیشن رو من گفتم باز فرض اینه که بازی رو بلدید خیلی چیزا رو توضیح نمیدم دیگه طبیعیه لوکیشن فول کنین این به جای یه امتیاز امتیازش میشه سه یا مثلا یکی از کارتهایی که خیلی رایجه اوایل بازی هم داده میشه اینه که اگر شما کارت بعدیتون اینجا بذارید هر کارتی باشه پلاس دو امتیاز میگیره و همینطور الی آخر بعد خب ممکنه بگه خب اگه با کارت یه امتیاز میشه برد آره مثلا یکی دیگه از کارتهایی که اوایل میگیرید اگه دقیقا تو همون دست لوکیشن جلوتون این کارت و بذاره شما امتیاز دو این میشه چهار بله به خاطر اینکه کارتهای امتیازی دو تا بوستر خیلی مهم دارن که اون اوایلم به دست میان یکی بوستر پنج انرژی یه بوستر چار انرژی الان یعنی من هر دو تاشو بهتون نشون میدم توی بوسترای چهار انرژی این بوستره که کارش اینه تمام کارتایی که کاستشون یکه یا انرژی یه دونه میخوان همه رو یه دونه پلاس میده حالا فکر کنید شما مثلا کلی کارت یک چیدین طبیعتا توی هر دست هم میتونید چند تا کارت بازی کنید دیگه چون مثلا دست اول انرژیتون یکه دست چهارم انرژیتون چهاره میشه تا کارت یک بازی کرد. پس تعداد کارتاتون تو زمین زیاده این خوبیش اینه که هر موقع میکارینش حتی بعد از اون هم اگه کارت یه امتیازی بیاد یه امتیاز میره روش به واسطه حضور این کارت یه بوستر دیگه هم داره <تصفح> ببخشین اونم این یکیه که کلا به همه یه کارت یه امتیاز میده فرق نمیکنه چه کارتیه بلو مارویله معمولا این دوتا بوستر رو میذارن و بقیه یه پلن هم رو کارت های امتیازیه و قابلیت های مختلفی که یه امتیازی بازی دارن مثلا این کارتو زیاد استفاده میکنن که هر دست اگه از انرژیتون استفاده نکنید پلاس میشه به این نمیدونم این کارت که خیلی دیر البته به دست میاد یه کارت حریف و امتیاز کم میکنه حالا کارت یه امتیاز رایجو را گفتم بهتون چی مثلا اینم هست که کارت یه امتیاز طرفو میسوزونه اینو زیاد دیدم استفاده میکنن مختلف دی اینو مثلا هم اوایل میگیرید خب او این چی میگن نایت کراولر اینم هم اوایل میاد که میشه مووش قصه ها حالا مشکل در واقع این دک ای بشیه ای بشینه که کافیه تیم حریف از بوستر یعنی دک هایی که بوستر قوی دارن مثل دک آن ریویلی که الان بعد از این میخوام توضیح بدم استفاده میکنن یا خصوصیت اصلی دیگهشون اصلا همچین چیزی نیست کاری که انجام میدن از این کارت استفاده میکنن ببینید حالا من این آپگرید شده شو دارم بهتون نشون میدم حالت عادی این کارت رو دارید <coughs> کیلمانجر حالا یه کیلمانگر دقیق نمیدونم اسم رو درست میخونم یا نه کارش اینه که همه کارت های امتیازی رو میتره کنه اگر جلوی یه بازیکنی دارید بازی میکنید که میبینید کارت یه امتیاز زیاد میذاره عجله نکنید کارت کیلمانجرتون رو نگه دارید به موقع سر فرصت بزنید و فقط کافیه که طرف پنج تا کارت تکش بتره که همونجا فرار میکنه میره خب یکی از استراتژی رایجای خیلی معمولی و پیش پا افتاده است که اوایل استفاده میکنن اما بریم سراغ یه استراتژی خیلی کارآمد که اون اوایل هم میشه استارتش کرد اونم دک آن ریویل اودین داره بریم ببینیم چه جوریه آقا میخوایم بریم سراغ دک آن ریویل ببینید اساس دک آن ریویلی که میخوایم ازش حرف بزنیم وجود آقای اودینه که شما این کارتشو 100 درصد همون او اوایل میگیرید که حتی من این مدلشو دارم از این استفاده میکنم ولی اینو 100 درصد شما میگیرید حالا کار این چیه میگه اگه توی لوکیشن بخوره ابیلیتی های کارت های آن ریویل اون قسمت خب در واقع گفته ببینید اکتیویت دی آن ریویل ابیلیتیز اف یور ادر at ات دیس لوکیشن اینا رو دوباره ریاکتیو میکنه من الان یه دک بهتون نشون میدم این دکی که اینجا میبینید این یه دک آن نه این نه چی بود اینو گذاشتم بذارین اینه فکر کنم بله اینه این یه که آن ریویل پیش رفته است ها. ها. <تصفح> ولی میخوام کارت های رایجی که اولا همه استفاده میکنن رو بهتون بگم قطعا توش از این کارت استفاده میشه کارت اودین قطعا مالا من به این میگم کامبیس <تصفح> قطعا از وای تایگر استفاده میشه کار این کارت اینه که خودش میشینه یه جای امتیاز داره ولی یه کارت هفت امتیازی پرت میکنه به صورت رندوم توی یکی از دوتا لوکیشن دیگه حالا فکر کنید وقتی میشینه یه کارت هف امتیازی میزنه دوباره که اکتیوش میکنید باز یه هف امتیازی دیگه پرت میکنه فکر کنید اینو این کارت راند پنجم بشینه یه جا قبل هم این کارت که آیرون هارت باشه که به طور رندوم به سه تا کارت پلاس تو امتیاز میدم اکتیو شده باشه و راند آخر شما بیاین اودین بزنید چه اتفاقی میفته یه هش امتیاز اون لوکیشن میگیره یه هف امتیاز به خاطر کامبیز <applause> اسمشو گذاشتم کامبیز به خاطر کامبیز میفته یه بر دیگه کارت کامبیزم اون گجاست کامبیز گجایی کامبیز اوم کردیم، آ کامبیز اینجاست بچه‌ها به خاطر کامبیزه که میفته اونت تو خود دک راحت پیدا میشه اینجاست کامبیز امتیاز هم به خاطر این 6 امتیاز هم که در واقع سه تا دو امتیازه از طریق این اکتیو میشه یعنی 6 و 7 14 و 8 22 امتیاز شما تو راند آخر بوست میکنید و خب این خیلی تاثیر مثبتی داره حالا مسئله که هستیم وسط چیه کارت های آن ریویل باز من آنتی همه دکام توضیح میدم نقطه ضعفشون حتی بگم اینا تو مود پیشرفته دو تا مدل بوستر دیگه هم داریم که الان من ندارم تو دکام یعنی چقدر کارت های مهمی که منی همه بازی کردم هنوز نگرفتم <تصفح> ولی اون دو مدل دیگه هم که استفاده میشه که خیلی کارایی داره و اینا نقطه ضعفشون چیه یعنی اگه بخوای جلوی یه کسی که دک آن داره بازی کنه بازی کنی چه حرکتی میتونین انجام بدید چون خیلی راحت یه کارت سه امتیازی داری در واقع سه انرژی که پوینتش هم اتفاقا سه یعنی کارتش سه سه این کارت این سگه اسمش کوزموه کوزمو کارش چیه کارش اینه که آن ریویل ابیلیتیز وونت هپن ات دیس لوکیشن یعنی شما این کارت رو هر موقع بذاری تو اون لوکیشن دیگه اکتیو نمیشن کارتای در واقع چقدر در واقع میگم آن ریویل این در واقع آنتیه که هست این خطر آن ریویل جلوی این یه آدمی که همچین کارتی تو دکش داشته باشه نگه داشته باشه واسه سورپرایز که یهو یه, یه, لوکیشن بگیره خیلی زیاده سر البته که بعد ها مثلا این جزء کارتایی که لولای بالا میگیرید جاگرنات یکی از کارتایی که اگه بکارید هر چی کارت تو اون دست بشینه تو اون لوکیشن پرت میکنه یه ور دیگه و حالا فکر کنید مثلا طرف یه لوکیشن رو با اون کوزمو بستید یه لوکیشن رو آماده کرده که بیاد اودین بزنه شما هم نوبت اولین تو همون لوکیشن یه دونه جاگرنات میزنید اودین پرت میشه توی لوکیشن بی مصرف و اون پلن آنریویل طرف به هم میریزه اینا رو حالا تو لیول بالاتر قطعا این کارتو به دست میارید می ولی این کوزمون رو همون اوائل میگیرید ولی خب دک آنریویل خیلی بابه حالا بقیه این که بقیه دکو چه جوری بچینید بسته میل خودتونه ولی بیس اصلیش اودین آیرون هارت و به حضورتون عرض کنم که وایت تایگره یکی دیگه از دکایی که خیلی استفاده میشه من نمیدونم الان دم دست دارم یا نه انقدر دک چیدم نمیدونم ندارمش الان رو میدم دکیه که آقا از ترکوندن کارتا پوینت دریافت میکنن ببینین اول ما تو بازی ببینیم یکی از کارتایی که اول بازی بهتون میده خیلی زودم بهتون میده و میترکه یکیش این کارته خب که حالا من عادیشم بهتون نه اینا که این دوتا مدل این مدل فکر کنم نرمال اولیه که بهتون میده یا نه اینه نمیدونم حالا هر چه اینا هر چهار تا یکی هن قیافه هاشون فرق داره این اسکینشون فرق داره اسمش نوواس نووا قابلیتش اینه که وقتی میترکونیدش اتفاقی که براش میفته به همه کارت های دیگه تون یه امتیاز میده چطوری اینو میترکونن نووا رو یا با این کارت می که همون اوایل میگیرید ببینید همون اوایلم هم میگیریده شکالا با توضیح میدیم حرف میخوایم بزنیم فعلا ازش عبور میکنیم یا با این کارتی که بهتون نشون دادم این کارت در واقع کیل مانجر با این می کننش یعنی میذارن اونجا باشه به موقع می کننش وقتی هم ترکید رسما کل همه کارت های موجوده موجود اون لحظه تو بازیتون یه امتیاز بهشون اضافه میشه یکی از کارتهایی که دیگه ای که برای شکوندن استفاده میشه این کارته ولورینه ولورین اگر از بازی دیسکارد بشه یعنی تو دکتون باشه تو هندتون باشه دیسکارد بشه یا بکاریدش شکسته بشه اتفاقی که براش میفته درجا دوباره برمیگرده تو بازی و پلاس دو امتیاز میگیره یعنی به ازای هر باری که این کارتو میش کنید یا دیسکارد میکنید دو امتیاز میگیره پس هرچی این کارتو بیشتر بهتر کنید امتیازش بیشتر میشه اصلا دفعه اول میشه 4 امتیاز دفعه دوم میشه 6 امتیاز همینطور هی میره بالا یکی دیگه از کارتایی که در واقع شکستنش پوینت بوده یکی از کارتایی که خیلی دیگه یکی کوچولو دیر تو میاد ولی قطعا همون اوایل به دست میارید این کارته که بعد از شکسته شدن تبدیل میشه به این کارت یعنی اولش به عنوان یه کارت دو امتیازی با یه پوینت میاد اگر بشکنینش میشه 6 امتیاز یعنی خود به خود 5 امتیاز میگیره و خب این خیلی کاربرد داره مثلا بعضی وقتا یه لوکیشن دارید که میگه هر کارتی اینجا میذاری میترکه شما کافیه این کارت رو بذارید بعد از ترکیدن دیگه نمیترکه چون این نه اینکه این, کلن کلا نترک باشه ها میخوام بگم چون وقتی میترکه دیگه بازی نشده که به ترکه دیگه اونجا میمونه این هم یکی از کارتهایی که برای شکستن استفاده میکنن در واقع شکسته شدن حالا هایی که میشکنن میخوام کارتای اوایل بازی رو بگم یکی <تصفح> از کارتا اینه و کارش اینه که هر کارتی رو که میشکنه دو امتیاز خودش میگیره خب این خیلی کارایی داره دیگه مثلا شما میتونید کارتای کم ارزش یه امتیازی بازی کنید که آپشن بگیرید باهاش یا میدون... چه میدونم مثل مثلا این یا حتی مثلا اول بازی یه کارت یه امتیازی بی اهمیت بازی کنید مثلا, مثلا مثل این کارت که یه رندوم کارت میندازه تو دستتون و اینا دو امتیاز هم بیشتر نداره وقتی میشکونیدش همین دو امتیاز دوباره اون کارت میگیره یعنی این کارت بعد از شکوندن هم لوکیشن رو خالی میکنه براتون هم کلی پوینت جمع میکنه البته بهتون بگم فقط ما اینو نداریم یه کارت دیگه هم داریم کارت 5 سه حالا میگم 5 سه دیگه خود بچه ها میدونن قشنگ دستشونه ببخشید سه پنج اشتباه گفتم این در موقع که این کارت هر موقع میشینه تمام کارت اون لوکیشن رو میترکونه برخلاف اون با ترکوندن کارتها چیزی گیرش نمیاد ولی خب به درد چی میخوره شما اومدید وولورینتون رو یه بار ترکوندین با کارت قبلی که گفتم الان میایید از دسهال که استفاده میکنید یه بار دیگه هم میشکونیدش یا مثلا بعضی موقع یه سری کارت های دریوری میفته تو لوکیشن ها به صورت شانسی شن... شانسی لوکیشن اکتیوش میکنه یا مثلا طرف یه کارت منفی میندازه تو لوکیشنتون میخواین از بین ببرید این واسه از بین بردن اون کارت ها اون لحظه کارایی داره حالا بجز اینا کارت دیگه ای هست آره بعدنا که پیشرفت میکنید ونوم ممکنه بگیرید ونوم کارش اینه که تمام کارت های یه لوکیشن رو میترکونه و هر چی امتیاز اون کارت داشتن برای خودش جمع میکنه به چه درد میخوره؟ به درد این میخوره که کارت ونوم مثلا برای خالی کردن یه لوکیشن استفاده کنید که بتونید کارت جدید بذارید ولی قطعا اوایل گیرتون نمیاد پس اساس شکوندن دکی که همه اوایل میذارن یکیش اینه یکیش اینه در واقع نوواست و به حضورتون آرزم که این کارته که با شکستنش تبدیل میشه به این این کارت که برای شکوندن استفاده میشه و ایزن این کارت که کجاست نه این نه سه پنج رو میخواییم این کارت اینا بیس اصلی کارت های شکوندنی اول بازی هن. که استفاده میشن و اوکی یه دونه دیگه دیکه دیگه هم داریم که اوایل بازی کارت های خوبی نداره ولی استفاده میشه اونم دیکه آنگوینگه که در واقع همین الان دکه اصلی من هم حسنی تو بازیام ازش استفاده میکنم و این دکه خب که حالا عملا شما میبینید این کارت رو اوائل نمیگیرید خب مثلا وارپس رو اوایل ندارید یا مثلا رد اسکول اوائل ندارید قطعا ولی خب بین کارت که بچه ها اینجاست کارت که 100 درصد شما اوایل بازی دارید انتمن رو دارید آرمور رو دارید چه میدونم کلوسوسو و آره لیزارد که زارد تمام اول بازی بهتون ده همه اینا بچه رو میبینید آنگوینگن این نه این کپتن آمریکا رو ممکنه دیر بگیرید یکم ولی خب این هم آنگوینگه همینطور این آنگوینگه حالا ممکنه بگید بیس اول بازی چیه اول بازی قطعا شما آیرون من رو دارید برای دبل کردن میجوز کارتی که 100 درصد اوایل بهتون میده کارت بوستر اصلیمون که در واقع اک... ا... 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 اسپکتروم باشه 100 درصد دارید که کار یه کارت آن ریویل اما کارایش چیه گیو یور ongoing cards پلاس 2 پاور کاری که میکنه اینه که به تمام کارت آنگوینگتون دو تا امتیاز میده فکر کنید ته ته بازی این کارت میزنید و هر چی کار از قبل بازی کردید یهو دو امتیاز بهشون اضافه میشه بوستر بسیار قویه این اولیشه این 100 درصد توی دک باید حضور داشته باشه بدون شک و آیرون من هم هست واسه دبل کردن جاهایی که امتیاز خیلی زیاد دارید میتونید راند پنجم بازی کنید که خب بوست میکنه اینم یه نو بوستره کارت بلو مارول که اینم هم همون اوایل گیرتون میاد اینم بوستره و همه کارتاتون یه دونه میده حالا اینکه آیرون من بزنید یا بلو مارول واسه به شانستون جفتش بود که خب تصمیم میگیرید اون لحظه بقیه یه کارتایی هم که هست کارتای آنگوینگ که اول کار میگیرید مثل این مثل این مثل این حتی ببینید عملا هم یه دکه دفاعی دارید واسه کسایی که آن بازی میکنن جلوتون یعنی خود این میتونه یه لوکیشن قفل کنه براتون به راحتی بتونید بازی کنید هم از اون طرف خودش کارت آنگوینگه بوست میشه خیلی راحت و چه میدونم اونایی که با پلن شکستن میان جلوتون به راحتی میتونید از آرمور استفاده کنید یه کارت آر... ولی لوکیشن رو لاک میکنه واسه شکنده شدن آنگوینگ اول کار خیلی استفاده میشه حالا از همه اینا بگذاریم اینا چیز در واقع اینا مقدمات بازی یعنی تو شروع بازی اتفاقی که براتون میفته اینه که یه یعنی احساس کردم رکورد نمی کنم نداشتم رکورد میکردم اینه که اوایل خیلی ها با این استراتژی ها میان خب تقریبا تا گلد اومدن با اینا خیلی راحته رنگ هم که میدونید کجاست دیگه اگه بیایید اینجا بزنید رو قسمت رنگ که خب البته من الان دایموندم ولی تا گلد ببینید یعنی تا چهل راحت میاین ولی از گلد به پلاتینیوم یا از پلاتینیوم به دایمند خب این دیگه خیلی ساده نیست یعنی اینجا جاییه که باید دست و اصاب بشید چرا؟ چون این سری دیکای جدید میاد مثلا دیکای دیسکارد دارید دکای دیسکارد چیان؟ ببینید خوش شما هرچی بیشتر بازی میکنید کارت بیشتر گیرتون میاد دیگه طبیعتا مثلا یکی از کارت های دیسکارد رو بهتون نشون بدم این بلیت میگه دیسکارد کارت فرام یرهند. میگه یه دونه کارت رندوم از دستت من حس میکنم ممکنه بگید خب مثلا حس شدن یه کارت تو دست آدم چه اهمیتی داره همین چند دقیقه پیش یه کارت رو مثال زدم براتون دیگه اگر قرار باشه که این کارت دیسکارد بشه چه اتفاقی میافته همونجا این کارت دیسکارد میشه دو امتیاز میشه چهار امتیاز رندوم میاد میشینه توی زمین یعنی با پوینت زیاد میاد حالا این یه کارتی بود که دیسکارد شد حتی من این مدلش هم دارم ها ها. خب این یه دونه از دیسکارد این کارت گفته که وقتی که این کارت دیسکارد میشه اگه تو دستتون باشه دیسکارد بشه میگه دو تا دونه کپی با صفر امتیاز بهتون میده یعنی چی؟ یعنی این کارت رو بازی نکردین اگه دیسکارد بشه به جای سه عملا شیش امتیاز بهتون میده بدون که انرژی کم بشه یعنی این دیسکارد میشه دو تا این خودش میاد تو دستتون که هر دستی بخواید میتونید بازی کنید یعنی انگار شما شیش امتیاز یاموف دارید که هیچ انرژی براش نمیدید میبینید کارت های با اینا مچ میشن حالا بازم بهتون نشون میدم اینا بچه ها کارت های متوسط هستن یعنی که زیاد بازی میکنن تقریبا دیگه این کارتا رو دارن که استفاده میکنن دیگه بذارید بهتون نشون بدم چند تا حالا چند تا دیسکارد کنم این بر نشون بدم با دیسکارد شونده ما دیگه چه کارتی رو این کارتو داریم آقا هر دفعه این کارت دیسکارد بشه پلاس 4 میشه فکر کن تو بازی اینو هی دیسکارد کنن هی دیس 8 میشه 12 12 میشه 16 و شما راند آخر این شده 16 میزنید اون دوتا کارت قبلی هم که بهتون گفتم و حساب کنید 6 تا مجانی داشته یهو طرف راند آخر 34 40 امتیاز تو لوکیشن ها میتونه اضافه کنه ببینید، این یکی از اون کارت هاست که استفاده داره ام... بذارید اوه یادم باشه بچه ها تو مقدماتی کارت داین... پرنش... استراتژی دایناسور هم توضیح بدم اینو یادم رفت اینو حالا بهتون میگم خدای من حالا اگه ما کارت رو پیدا کردیم که چگونه دی آها مثلا این یه کارت دیگه که دیسکارد میکنه ببین دیسکارد ا کارت فرام یور هند اینم شیش امتیاز داره پوینتش خیلی زیاده ولی یه کارت از شما مرمی داره میتره کنه عملا اون وسط این که قط به یکیش بود آها سه بوده اصلا چیز نبوده گفته دیسکارد هایست کاست کارت فرام یور هند یادتونه که این کارت رو ما داشتیم این پایین که اوش این با شکستنش چهار امتیاز میگرفت کافیه این یه بار شکسته بشه خو... یا حتی هم حالت دیفالت ممکنه هایس کارتتون باشه شما خیلی راحت میایین از این کارت استفاده میکنید و هی میشکونیدش مثلا یه بار دیگه هم به قول معروف میشکونیدش اینم واسه شکستن میگم شکو... شکستن چی گفت <تصفح> شکستن استفاده میشه بعد حالا یه کارت داریم بذارید بیارم بخندین این همه کارت دیدیم داریم دیسکارد میکنیم شما فکر کنید یه نفر میتونه سرمایه گذاری کنه توی یه لوکیشن با یه کارت این کارت میگه هر بار که یه کارت دیسکارد میشه پلاس تو امتیاز میگیره حالا فکر کنید با تمام این کارتی که بهتون نشون دادم که میشکونن شما هی کارت بشکنید و این کارت رو طرف مثلا راند دوم گذاشته امتیاز نداشته بعد یه این چی شد یهو ده امتیاز ده امتیاز گرفته کجا آورده اینو متوجه میشه چی میگم یعنی خود این داره عملا کلی کارت پاره میکنه این یکی از تاکتیک هایی که توی مید گیم استفاده میشه و ممکنه شما رو آزار بده یعنی من الان دارم بحث چی میکنم میخوایم از گلد بریم به پلاتینیوم خب در واقع میخوایم گولد و پلاتینیوم رو یه جوری بازی کنیم تا برسیم از اونجا به دایمند رو توضیح میدم من اینجا یه دک میخوام بهتون یاد بدم که بسیار دک سمیه و دک واقعا اسیدیه این بود آه این دک ببینید اما این کارت اصلا اصلا این دک چه؟ این دک دک کاملا دفاعیه و سورپرایز کننده تک به تک مراحل رو بهتون توضیح میدم هر از گاهی میان که مثلا کارت توش میترک میتونید اینو توش بترک کنید از طرفی استفاده از این اول بازی این ذهنیت رو توی حریفتون ایجاد میکنه که شما آدمی هستید که زیاد کارت میشکنید ولی که شما همچی آدمی نیستید چون فقط تنها کارتی که قرار امروز بهش کنید تو بازیتون همینه در واقع یک این استفاده ای این کارت برای تایمایی که البته ما اینم رو آوردیم ها پلن سورپرایز که اگه کسی نتره کن خودمون بهتره کنیمش ایزی استفاده رو بکنیم طرف اگر که مثلا این سگر رو داشته باشه فکر میکنه شما کارت شکوندنی آن ریویل استفاده میکنید ممکنه کوزمو رو به کار زیر این ضرر کرده فکر میکنه شما شکوندنی یعنی تاکتیک شما رو اشتباه حدس میزنه کوزموشو که سوخت میده یا یهو جلو شما آرمور داره آرمور میزنه اصلا دکه شما دکی هست که احتیاج به آرمور داره یعنی شما احتیاج توی سری از بیسا کارتاتون رو نتره کنن خب و اونم این کارتتونه خیلی مهمه که این کارت چون یهو وسط بازی بازی میشه و اگه طرف مثلا یهو آرمورش رو ببخشین کجاست بازی کنه که اصلا بزن تو گوشه شما یه لوکیشن رو سیف کردین آماده برای این کارت که توضیح میدم این کارت در واقع که چه قابلیتی داره پس این تاکتیک و استراتژیش اینه او. این کارت این کارت دستروی تاپ کارت آف یور آپوننس دیک چون اوایل بازی کارت مهم های دیک طرف هنوز رو نشدن و معمولا همه سپرایز دارن ته بازی این کارت خیلی خوبه بهترین کارت یعنی بالاترین کارته توی دیک طرف که هنوز رو نشده رو میتره کنه این خیلی ناامید میکنه خیلی جانی. یعنی کارت مهم هایی که مثلا فرض بگیری طرف تو دیکش اینو نگه داشته قراره شما رو سورپرایز کنه اون 20 امتیاز واقعا یهو طرف مثلا دک آن ریویل چیده و الان های کاردی که اون طرف داره اودینه حالا این اودین کو او یکی اودین نمیبینم اون یکی اودینو نمیدونم کجاست نیست اینجا گم شد حالا اون یکی اودین در هر صورت دو تا هست ای ها اینو اینو میسوزونه این خیلی خوبه یعنی شما نمیدونید چقدر ضربه میزنه خیلی ضربه میزنه مخصوصا بعضی موقع اول بازی یه لوکیشنی رو میشه که مثلا گفته که آن ریویل کارتا دو بار اتفاق میفتن اینو میذاری دو تا کارت میسوزونه براتون خیلی جوابه این کارت اوایل بازی اگه بازیش کنی طبعا طرف کلی کارت نگه داشته دیگه میاد از همه کارت‌ها یه دونه امتیاز کم میکنه فکر نکنید الان مهم نیست فکر کنید این وقتی پایین طرف 5 تا دا کارت داره یعنی عملا داره پنج امتیاز به صورت کلی کم میکنه از کارت های طرف حالا یه تایم های دیرتری بزنید که ممکنه طرف کارت جمع کن باشه که کلی کارت میسوزونه خیلی کارت خوبیه برای این دک یعنی حریف اذیت کنه یه دو امتیاز هم اندازه خودش میگیره بسه این کارت رو گفتم ما احتیاج داریم بخاطر که شما باید یه منطقه سیف درست کنید برای این سورپرایز اینو نتونن بشکنن کارتیه که حالا میگم چطوری هم میشکنه اتفاقا آنتیش هم ما داریم یکی از سورپرایز مهممون کوکه خب کواک یا کوک اگه درست بگم این کارش میدونید چیه بچه ها به صورت رن... اگر که بکاریدش وسط به صورت رندوم لوکیشن جان جا میکنه یه سری لوکیشن ها داریم دیدین گفته مثلا هر کی امتیاز کمتری اینجا داشته باشه برده یا هر موقع کارتی میذارید اینجا میترکه یا مثلا تمام کارت های اینجا پلاس پنج امتیاز دارن این به این درد میخوره که اگه شما دیدید طرف داره روی یه لوکیشنی سرمایه گذاری میکنه که اونجا شما از پسش بر نمیاد و داره پوینت میگیره مثلا طرف یه دونه بوستر آنریویل ریویل میذاره چون اونجا یه لوکیشنی که گفته من خود لوکیشن هم آن ها رو بوست میکنه یعنی طرف میخواد دو بار بوست بزنه مثلا یه اودین هم بزنه بشه سه بار ببین چه مکافاتیه شما ممکنه اون لحظه نداشته باشید چیه اینه چیکار میکنید با این لوکیشن رو عوض میکنید یعنی کارایی این اینه که لوکیشن عوض میکنه اصلا حساب کتاب طرف رو میریزه به هم میگم دیک رسما دیک رومخیه ببینید مثلا این کوزمو که دفاعیه گفتیم جایی که احساس میکنید طرف میخواد آن ریویل بوست بزنه یهو میزنیدش اینو آخر کار توضیح میدم بهتون میگم چرا این واسه اونایی که با دک یک میان جلوتون یهو میزن چه کارت یک می کنید خودتون هم تاش یه دونه اینو دارید و یه دونه این این که کارشو کرده کارتشو ترکونده به ترکه مهم نیست این هم که اصلا به ترکه خوبه پوینت میده به هر کارتی که رو زمین کاشته بودین از قبل یه امتیاز اضافه میکنه خب پس این،, این هم برای دفاع کردنه این همون کارتیه که بهتون گفتم بچه ها. خیلی کارت مهمیه سانچی کارش شانچی میگم سانچی شانچی destroy all enemy cards at this location that have nine or more power این اگه توی لوکیشنی بذارید و از قبلش کارت های حریفتون تو اون لوکیشن بالای نه امتیاز باشن و اونجا مثلا از این استفاده نشده بود باشه کوزمو چون آن ریویلا رو دی... رو میگیره دیگه و اینم یه آن ریویله کوزمو تو اون لوکیشن نباشه یا آرمور تو اون لوکیشن نباشه این کارت میتونه کارت های بالای نهم امتیاز رو بتره کنه اصلا من واسه چی از این کارت استفاده میکنم برای اونایی که دایناسور بازن حالا دایناسور استراتژیشو بعد این بهتون میگم من اصلا میخواستم اینو دی این دکو بدم ولی استراتژی دایناسورم میذارم تای ویدیو اونم بهتون میگم اینو با خودم من میبرم که اونا رو بهتر کنم ولی نکته چیه شما برای اینکه این از خطر این کارت حریف در امان باشه احتیاج دارید که با آرمور یه جای سیف آماده کنید از قبل حالا شما بازی میکنید و آه این کارت هم نگفتم سورپرایزمون جایگرنات آقا جایگرنات هم خیلی خوبه مثلا شما یه لوکیشن میبینی طرف اومده ببین من انقدر این کارو کردم طرف اومده یه دونه اینو کاشته نووا رو کاشته پشمندش که نووا رو کاشته یه دونه وولورین حالا وولورین اصلی ها رو ما نمیبینیم من دارم این وولورین رو میبینم این وولورینه دیگه دیدین کارت اصلیش و چه چجوریه یه دونه وولورین هم کاشته این کارت هم رو کاشته یعنی چی؟ یعنی میخواد دست بعد بزنه همه اینا رو بتره کنه این که بشه 6 امتیاز و وولورین هم بشه 4 امتیاز بعد بیاد مسل میزنم و اینو بزنه که خود اینم چون داره سه تا کارت میتره کنه اینم بشه 6 امتیاز این کارت نوام که میتره که به همه این که گفتم یه امتیاز اضافه شه شما اون لحظه برای دفاع کار مختلفی میتونین انجام بدید با این دک اگه کوزمو داشته باشید قبلش گذاشته باشید که اصلا دی یا خب طبعا اون هم اونجا سرمایه گذاری نمیکنه اگه نوبت شما بود چون باید وقتا نوبت شما نیست این دیر عمل میکنه طرف بردش رو میکنه اگه نوبت شما بود از این میتونید استفاده کنید یا از این که سورپرایزش کنید ولی یکی از کارت های دیگه ای هم که باز با نوبت خودتون باشه نظرید کارت اون اکتیو بشه جاگرنات میکشه زیر کونه اون کارت رندوم پرت میکنه یه جای دیگه مخصوصا آخر بازی دیدین مثلا یه یه لوکیشن لخت افتاده تا الان هیچ کارتی توش نذاشتید خب میخواید اونجا رو ببرید شما با سه امتیاز ایزی اون لوکیشن رو میبرید مینو میندازین اونجا اصلا طرف پاش هم کارتش اکتیو هم بشه کاراشو بکنه این میکشه زیرش پرتش میکنه اونور دقت کنید جاگرنات نمیتونه کارتایی مثل این کارت رو جابجا جا کنه مثل حالا ما اگه کارت پیدا ها اینها کلوسس کلاسس چرا چون این نه خراب میشه نه جابجا جا میشه مووش هم نمیشه داد از این جایگرنات هم واسه سورپرایز کردن یکی دیگه از کارت ببین ها... همه کارت ها واسه سورپرایز کردن حریفه می چقدر دفاعیه ولی به راحتی شما رو به پلاتینیوم میبرن این مرحله گلد رو راحت پشت سر میذارید ولی این واسه دایموند رفتن به درد نمیخوره میگم بهتون این میاد اینجا ببینیم این کارت چیکار میکنه این کارت کارش اینه که تو همه یه لوکیشن ها یه دونه راک میذاره دیدین بعضی وقتا یه نفر سه تا دونه کارت گذاشته تو یه لوکیشن نگه داشته دست آخر لوکیشن رو پورت کنه شما شپلق اینو بزنید یهو یه لوکیشن رو باش قفل میکنید یعنی برای آدمایی که برای دست آخر یا دست که مونده به آخر آمادن شما به راحتی اینو استفاده میکنید و سورپرایز میشه طرف چه اتفاقی براش میفته رسما یه هو لوکیشنش میبینه پر شد ای بابا یه جارو دادم خب حالا تو همچین دکی سیستم بازی چیه آقا این کارت قابلیتش چیه میگه هر انرژی که استفاده نکنید این ذخیره میکنه یعنی چی یعنی این کارت رو از دست سوم میتونید بازی کنید به شرط اینکه دست سومو بازی نکنید یعنی چی یعنی رسیدین راند سوم سه تا انرژی دارید بازی نمیکنید اون سه تا انرژی کم میشه از این 6 تا این 6 تا میشه سه تا بنابراین راند چهارم میتونید اینو استفاده کنید با سه تا انرژی هم میاد زمین واسه همین از قبلش باید سیف کرده باشید زمینی که این کارت که میاد نترکه اما من معمولا این کارت رو نگه میدارم اگر ببینم این کارتم تو زمینه آئروم تو زمینه آه. راند پنجم رو بازی نمیکنم ببین ما یه کارتی داریم نمیدونم من دارم یا نه میدونم پنج امتیازی بود یا نه دو امتیازی بود دو امتیازی بود دو امتیاز جز گاز, جز گاز چیه جز کارتای دو امتیازی بود اون کارت کارش این بود که دست پنجم حریف رو میخونید من ندارمش فکر کنم ندارمش متاسفانه اون کارت کاراییش اینه که وقتی کاشته میشه تو زمین راند پنجم میبینن چی بازی کردیم که البته اون کارت هم دلیلی که میبرن با خودشون رو بهتون میگم دلیلی که اون کارت رو با خودشون میبرن واسه اینه که بیان این دکتر ایکس رو که پنج امتیاز داره بازیش کنن کجاست اونو میبرن که آقا پروفسور ایکس میگم دکتر ایکس از پروفسور ایکس استفاده کنم پروفسور ایکس اگه توی یه مچ بازی بشه همون لحظه که بازی شد از مچ بعد دیگه اون لوکیشن لاک طرف میاد که مثلا ببینه راند پنجم شما لوکیشنیو ویل کردین یا نکردین اما چه فایده ای داره من راند پنجم بازی نمی کنم اون کارته که پیش بینی میکنه تنها شانسش اینه که پروفسور داشته باشه تو دکش که معمولا ندارن چون کارت بی خیلی شانسیه عملا. طرف راند پنجم میبینه شما کاری نکردید هیچ تاکتیکی نداره یه کارتی همینجور بازی میکنه ولی شما پنج امتیاز ذخیره کردین پس این شش امتیازتون میشه یه امتیاز یعنی یه کارت یک نه پاوره دارید معمولا هم راند ششم 6 تا انرژی دارید دیگه یکیش واسه این میره 5 میاد واسه این این کارت چیه گفته موو the لاست انمی کارت پلی this ترن تو دیس لوکیشن یه لوکیشنی رو باختید یه لوکیشنی رو بردین یه لوکیشن دیگر رو دارید که میخواین اونو بگیرید و اگر تو اون لوکیشن کارت شیحال که رو بذارید بردید شما شیحال که رو تو اون لوکیشن بازی میکنید این کارت رو تو لوکیشن باخته ی اندمچتون بازی میکنید خوبی شیه آخرین کارت طرف رو که معمولا همه راندهای آخر تک کارته بازی میکنن در 90 درصد اوقات مگه مثلا دیگه چه اتفاقی بیفته اون کارت رو میکشنه تو لوکیشنی که شما صد از پیش میدونید باختید و طرف هم صد از پیش میدونه برده ببینید این دک واقعا میگم واسه گلد و پلاتینیوم عالیه حتما برید سراغش پلن دایناسور هم بهتون بگم آقا دایناسور قابلیتش اینه که <تصفح> هر کارتی که تو دستتون مونده باشه دو امتیاز بهش اضافه میکنه خودش سه امتیاز داره به هر تعدادی کارت تو دست داشته باشین دو تا هم مثلا پنج تا کارت تو دستشون داشته باشین 5 دو تا 10 با میشه 13 حالا اینو چطوری استفاده میکنن اینو اگه میبرن تو دک یه دونه کوزمو میبرن حتما که این کارت نتونه بهتر کنه دایناسور رو یه کوزمو میبرن یه لوکیشن سیف میکنن و بعد از دایناسور تو همون لوکیشن استفاده میکنن کارت آنگوینگ هم هست و این تاثیروش نمیذاره چون آن ریویلار رو دیاکتیو میکنه و اینکه استفادهش میکنن حالا دایناسور خب میگیم که آقا کارت ها مگه چقدره تاش 4 تا کارت 4 تا 8 نه ما بوستر تعداد کارت داریم یه کارت 4 امتیازی داریم که هر کی زد آقا هر کی تو بازیتون این کارتو زد خودتون آماده کنید طرف دنبال اینه که دایناسور بخونه. یعنی باید سریع اینو آماده کنید رو کنید حالا با یه کارت دیگه هم هست بهتون میگم که اونو تو دکاتون خیلی استفاده نکنید بیام تو کارت 4 تا این کارت مونگر لودی دید یکی زاد کارش چیه داپلیکیت یورهن دستتونو دو تایی میکنه معمولا تو دستشون وقتی دایناسور هست یه دونه دایناسور کافیه دیگه مثلا یه دونه دایناسور سه تا کارت موده اینو راند 4 میزنن 4 تا کارت طرف تو دستش میشه 8 تا کارت یه کارت هم درا میشه رانده بعد این راند پنجم میشه 9 تا کارت خب تو این 9 تا کارت دو تا دایناسور داریم یه دایناسور رو بازی کنه 8 تا تا 16 تا و 3 تا پلاس 19 میشه پوینت کارت دایناسور ببین چقدر امتیاز میگیره و چون خود دایناسور هم داپلیکیت شده دست بعدم باز میتونه یه دایناسور دیگه بازی کنه که برای جلوگیری یا دفاع کردن ازش که استفاده از اینه یکی هم استفاده از حالا میخوام اهمیت کازمو رو بهتون بگم یه استفاده از یه کارت چار امتیازیه که اینه هاش این کارت چار امتیازی که آن ریویل هم هست میگه remove the فرام from all ongoing cards at this location. یعنی هر چی ابیلیتی آنگوینگه از بین میره چرا کوزمو مهمه کوزمو مهمه چون همین کارت چهار امتیازی رو دی اکتیف میکنه اگه تو اون لوکیشن بخوره همین کارت چهار امتیازی رو یعنی دوتا کارتی که دایناسور طرفو میترکونن رسما به حضورتون آرزم که با یه دونه کوزمو از بین میرم واسه همین تو دک دایناسور چیدن از این استفاده میکنن ولی خب بچا چون اون دک خیلی باید اتفاقای مثبتی بیفته و معمولا وقتی که یکی با اون استایل بازی میکنه کارت نباید زیاد بازی کنه دیگه واسه اینکه کارت زیاد بازی نکنه معمولا این طرف راند یک و یه بار کارت میزنه زمین اونم تاش کوزمو میزنه چون راند چهارم باید این چهار چهار رو بزنه که اه... کجاست این چهار چهاری که داشتم توضیح میدم اینا ها مونگل رو بزنه که بیاد راند پنجم حالا یه دایناسور یه دایناسور این دک چون خیلی به شانس اومدن کارت بستگی داره بگیر نگیر داره ممکنه براتون بگیره ممکنه نگیره ولی در هر صورت خواستم بگم که این دکو داشته باشید واسه یه گلد و پلاتینیوم این دکی که اینجا توضیح دادم اما دکی که شما رو میبره به دایمند در حال حاضر با توجه به اینکه اکثر دک بدون شک رو آن ریویل خوابیدن این دک دیوانه کننده است این دک فوق است ببینید ما یه آیتم دفاعی داریم کوزمو یه آیتم دفاعی داریم شانگ چیه که توضیح دادم واسه یه. چه اتفاقی میفته و یعنی چه استفاده میکنید اما بقیه کارت ها چطوری اولا که ببینید همه کارت ها آنگوینگ هم. یعنی کامل مشخصه که من قرار بوست کنم این کارت های آنگوینگ با چی با این کارت یعنی شما ته بازی قراره با این بوست کنید و رسما یهو کلی پوینت بگیرید حتی این بلو مارول هم چون چه موقعی که میذارید زمین چه بعدش به همه کارت ها یک امتیاز میده خودش مزید بر علت اومدن توی این دکه کارت کپتن آمریکا رو لوکیشن شلوغتون استفاده کنید چون هر دفعه کارت میذارید اونجا یه امتیاز به اون کارت اضافه میکنه کارت آرمور یه کارت دفاعیه برای اینکه خب شما داره کارتاتون بوست میشه و امتیازاتشون میزنه بالای 9 ممکنه که بخواد با این بتره کنه آرمور واسه سیف کردنه یا مثلا این کارت امتیازیتون مهم نترکه چون ته بازی قرار سه تا پلاس امتیاز بگیره رسما اینجا گفته پلاس 3 پاور اون سه امتیاز ته رو میخواین از دست نیاد مثلا طرف دک بچینه کارت یکتون به ترکه آقا ممکنه بگید خب آقا یکی با کارت پلن یک امتیازی که اول توضیح دادیم اومد چی انقدر این بوستر عدداش بالاست اصلا با همچون بوستر قبلی کارت اصلا نمیرسه عددشون به این مثلا این کارت حالا فقط چون آنگوینگه و دوه گذاشتم خیلی دلیل خاصی نداره یه دکیه کارت رو میشکنه میتونید بذارید پوینت بگیرید باهاش موو نمیخوره و اما کارت مهممون مهم همون که دقیقا این چهار کار این سه کارت وازی هست ببینید این چهار تا این 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 از این شروع میکنیم لیزارد بعدش چیه؟ اگه توی لوکیشنی باشه که طرف چهار کارت بالای لوکیشن رو بچینه این پنج امتیازش میشه دو امتیاز. آیا کارت دو دو بعد خیر؟ خیلی از کارتا دو دو هن. پس واسه چی استفاده؟ آقا لیزار تو زمین که بازی میکنید ناخداغا به یه نفر میگید هاجی اونجا سرمایه گذاری کن لیزارد برای انحراف حریفه او آیا شما قراره جایی که لیزار گذاشتید بازی کنید خیر خیر اصلا شما قراره جور اصلا هیچ سرمایه گذاری بکنید لوکیشنی که نمیخواید سرمایه گذاری کنید لیزارد بذارید حریف خیلی از میبره اونور به هوایی که ایول میرم از این کم میشه چرا ما این فرصت رو میخریم عملا؟ برای اینکه در ادامه قرار مثلا با یه همچین کارتی رد که قرار به هر کدوم از کارت های اون لوکیشن حریف یه امتیاز اضافه کنه یعنی اولا این کارت نه امتیازیه اینطوری در نظر بگیرید 13 نیست مگه اینکه خب ابیلیتیش دی اکتیف باشه چون میخوایم این نه امتیاز رو بیشتر کنیم حریف رو ترغیب میکنیم اینجا سرمایه گذاری کنه این نهایتا تو لوکیشنی استفاده میکنیم یه کارت کمتری تا بازی بازی میکنه یعنی و رو سعی میکنیم ده کنیم یازده کنیم چون این این امتیاز هست ولی قابلتش اینه که به همه کارت حریف تو اون لوکیشن یه امتیاز میده پس حریف اگه تو لوکیشن مقابل ما 4 امتیاز داشته باشه 13 منای چار نه. اولا 9 تا پلاس کرده به کل پاور اون لوکیشن ما حالا این نه پلاس رو در این پلاس رو با پلاس ده و پلاس, پلاس, پلاس یازده اینا چطوری میکنیم با انراف حریف تو این کارت یه وقتایی هست شما لیزاردتون رو بازی نمیکنید. اینو بازی می شما احساس میکنید توی یه لوکیشن حریف دشمن نمیشید بدون اینکه لو برید و اینو سری رو کنی طوری بازی میکنید که فقط تو دو تا لوکیشن اکتیو باشه این کارت کارش اینه if any of your location are empty plus 4 power این اگه از سه تا لوکیشن شما کلا بیخیال یه لوکیشن شید و کارتی نداشته باشید اونجا به جای 5 نهم امتیاز میگیره و برای یه کارت 4 امتیازی نهم امتیاز خیلی زیاده کارت اوپی میشه یعنی شما یه طرف رو میکنید میرید صرفا توی یه لوکشن ببینید ترکیب این و این آیرون من کناره هم میشه 18 امتیاز اگه بی خیال یه لوکیشن بشید خیلی امتیازه بگذاریم که بوستر این هم اضافه بشه خب این در واقع چهار تا کارت هم. اینا در واقع این دکیه که خیلی راحت منو برده دایمن و حتی الانم داره از دایمن جلوتر میره البته بهتون بگم من اگر که این دکم که یه دک آن ریویل هست آن ریویل جدید هم هست که تقریبا مثل آن ریویل قبلی چون من سیزن قبلی با آن ریویل دایمند شدم الان دیگه جلوشو گرفتن دکای آن ریویلو این یه بوستر دیگه هم هست دو تا بوستر هم که یکیشو بتونم بگیرم اضافه کنم این دکم دایمند برو هست کارتاشو خوب دقت کنید چیا گذاشتم اینجا ولی حتی این بچه قابل یعنی اون این کارتیه که علالله اینجاستا ممکنه من اینو حذف کنم به جاش اون بوستر آن ریویلر رو بذارم ولی دیک تزمینی دایمن برو اینه امیدوارم برای بچه‌ای که پیشرفته بازی می‌کردن یا اصلا بازی رو بلد بودن و دوست داشتن برن دایموند این ویدیو به درد خورده باشه احتمال میدم خیلی یاتون دارید مارول اسنپ بازی می‌کنید چون هم مجانی هم رو موبایل و استی مفتی افتاده و خیلی بازی سرگرم کننده باحال کارتی جالبیه و خب وقتی قرار طرف بشینه بازی سال 2022 موبایل رو بازی کنه طبیعی هم هست که بازی جالبی باشه در که بهم بگید من حالا بسته به استر... من خیلی اتفاقی این ویدیو درست کردم می‌خواستم ببینم آیا ویدیوهای مارول اسنپ برای موبایل گیمرها جذاب هست یا نه استقبال بشه بازم به وقتش تو آپدیت های جدید سیزن های جدید اگه مثلا یه دیک خاصی متا بود میام ویدیو میسازم اگه که استقبال نشه متوجه میشم اوکی ما تو ایران کامیونیتی مارول اسنپ باز نداریم و چون این بازی فیلتر دیگه خوان باید فیلتر شکن بزنن بازی کنن ممکنه به خاطر این خیلی استفاده نداشته باشه ولی اینو گذاشتم اگه توضیحات منم خیلی پیچیده بود برای آدمای تازه کار طبیعیه ویدیو واسه بچه‌ای که قبلا بازیش کردن عاشقتونم مثل همیشه با لایک و کامنتاتون حمایت کنید مخلصیم فعلا خدا نگهدار